بینندگان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، سلام. بازم در خدمت شما هستیم و نگاه روز دوشنبه 19 ثور 1401 هجری خورشیدی برابر با 9 ماه می سال 2022 میلادی را تقدیم حضورتان می کنیم. در آغاز برآل معمول بخش افغانستان دنلاید مطبوعات و پهنداره که تقدیم می شود که شامل تبصره های از گاردین، اندپندنت، دیلی میل و همچنان آژانس خبرگزاری رویتر است. تبصره داریم از روزنامه گاردین. فروپاشی ساختار درونی طالبان. روزنامه می نویسد عوامل و پیامدهای تصرف کابل بدون هماهنگی با سایر اعضای طالبان در شوراهای کویته و دفتر سیاسی قطر توسط گروه حقانی و ورود به شهر کابل به طور ناگهانی و بدون برنامه ریزی شده و در نهایت اشغال مناسب و ادارات مهم و استراتژیک کشور توسط شبکه حقانی نشان می دهد که شاخه حقانی نیز به طور خودمختار و مستقلتر از سایر گروه های مربوط به طالبان در افغانستان عمل می کنند. هرچند که در فضای مطبوعاتی اعتراف می نمایند که هیچ اختلاف نظر و عمل میان این دو شاخه وجود ندارد، اما اختلافات آنان با گذشت هر روز غیر قابل انکار می شود و یک از عوامل اصلی این اختلافات منازعه در این گروهی است و قومی. نگارندگان برای آماده ساختن این تبصره با منابع میدانی و افرادی که شناخت کافی و دسترسی به منابع داخلی طالبان دارند در ارتباط بوده و با تحلیل داده ها و اطلاعات به دست آمده از این منابع در مورد از هم گسیختگی سازمانی، عوامل و پیامدهای بران می پردازند. کوشش اصلی این است که پرسش های چون میزان اختلافات درونی، پیامدهای آن در تزلزل ساختاری، برهم خوردن نظم سلسله مراتبی و نهایتاً فروپاشی سازمانی طالبان پاسخ داده شود. عامل اصلی که موجب اتحاد و اختلاف در ساختار سازمانی گروه طالبان می باشد عنصر قومیت است. هویت و زیرمجموعه آن یعنی قومیت در مطالعات امنیتی جدید به مثابه امر امنیتی تلقی می گردد. قومیت به خودی خود در مواقع امنیت آفرین است و در برخی مواقع دیگر ضد امنیت عمل می کند. با توجه به ماهیت منازعات قدرت در افغانستان، عامل قومیت موجب اتحاد و اختلاف در دو مرحله شورشگری و تسلط بر قدرت می گردد که در پایین به آن پرداخته می شود. شورشگری زمانی که گروه های شبه نظامی به خصوص گروه طالبان در جایگاه یک نیروی شورشگر و مخالف با نظام مستقر قرار داشتند، قومیت نقش منسجم کننده نیروهای طالبان را داشته است که این مؤلفه برای انسجام سازمان این گروه مؤثر واقع شده است. به طور مثال گروه طالبان از 2001 تا 2021 با وجود سطح از اختلافات میان آنها از مؤلفه قومیت به منظور انسجام سازمانی خود استفاده بردند. بنابراین عنصر قومیت در این مرحله امنیت زاست. تسلط بر قدرت. اما در زمانی که گروه های سیاسی نظامی بر سریر قدرت آمدند، قومیت از حالت امنیت زا به نقطه ضعف تبدیل می شود و اختلافات درون قومی در این مرحله بروز می کند. به طور نمونه اختلاف عمیق درانی ها با غلجایی ها پس از 2001 و اختلافات میان طالبان، شاخه ملا برادر و شبکه حقانی بعد از سال 2021 هر دو می تواند در این بستر تحلیل شود. در نتیجه قومیت به طور عام و زیر شاخه های قومی به طور خاص در این مرحله امنیت زداست و موجب تفرقه و اختلافات درون قومی شده است.
از همگسیختگی سازمانی طالبان به طور کلی گروه های ستیزجوی اسلامگرا برای حفظ ساختار سازمانی و تشکیلاتی، پیشبرد اهداف و استراتیجی ها، ایجاد و حفظ نظم سلسله مراتبی، ساختارهای حرمی و خوشهایی را برای مدیریت سازمان تأسیس کردن که از ویژگی بومی بودن، کارآمدی و طبیعت اعضای این گروه ها در لایه های زیرین سازمان برخوردار باشد. ساختار حرمی بیشتر در تشکیلات گروه های اسلامگرای دیده می شود که این گروه ها شبکه های مجزا و متعدد نداشته و اجزای به هم پیوسته داشته باشند. از این رو سطح اولی سازمان عمدتاً رهبر و یا امیر این تشکیلات است و فرماندهان میانی و جنگجویان پایین رتبه به ترتیب در رده‌های بعدی در این هرم قرار می‌گیرند. در این ساختار رهبر تصامیم و دستورات را خود اتخاذ می‌کند و به طور مستقلانه آن را به سایر اعضای سازمان از بالا به پایین ابلاغ می‌نماید. به عبارت دیگر رابطه میان رهبر و جنگجو عمودی است و جنگجو متعهد و مکلف از لحاظ مذهبی، شرعی و سازمانی به اجرای دستورات صادر شده از رأس حرم سازمان می باشد. اما در ساختار خوشه‌ای گروه های ستیزجوی اسلامگرا به دلیل تعداد شعبات و شاخه های گوناگون در سراسر مناطق تحت سلطه و فعالیتشان مجبور هستند که از ساختار سازمانی خوشه‌ای استفاده کنند. البته که تنها گروهی که برای اولین بار از ساختار سازمانی خوشه‌ای استفاده کرد شبکه جهانی القاعده بود. القاعده به دلیل علاقه‌مندی به ایجاد و گسترش جهاد در ابعاد جهانی شعبات مختلفی در سراسر جهان ایجاد کرد که هر شعبه خوشه ساختار منحصر به فرد خود را شکل داده بود. اما در نهایت به اسامه بن لادن رهبر این شبکه پاسخگو بودند. موفقیت بن لادن در شکل دهی چنین ساختار سازمانی اما تعمیم پذیر به سایر گروه های اسلامگرا نبود. برخی از گروه های ستیزجوی اسلامگرا چون طالبان نیز از ساختار خوشه‌ای استفاده می کنند تا خود را به عنوان گروهی که ساختار سازمانی پویا دارد معرفی نمایند و نشان دهند که در صورت از بین رفتن یک خوشه فعالیت سایر شاخه ها تحت تأثیر نخواهد رفت. از این منظر گروه طالبان بعد از به قدرت رسیدن در 24 اسد 1400 هجری خورشیدی با توجه به اختلافات درون قومی که به سر تقسیم نهادهای قدرت داشتند ساختار خوشه‌ای اختیار کردند. اما این انتخاب علاوه بر این که انتخاب آمدانه و آگاهانه نبوده است به منزله پویایی و کارآمدی سازمان هم نیست، بلکه نشان دهنده اختلافات عمیق میان گروهی می باشد که موجب ایجاد خوشه ها دسته های مختلف و اعظم گسیختگی سازمانی شده است. میزان وفاداری گروه ها به رهبران ارشد نیز متناسب با این ساختار سازمانی متزلزل و نامشخص است و به همین دلیل است که اثرگذاری رهبران بر شاخه های پایینی ناکام است. همچنین به نظر می رسد که میزان عدم اطاعت پذیری از رهبری نیز به طور قابل ملاحظه دگرگون شده است. به طور نمونه ناتوانی رهبران این گروه در تثبیت عاملان قتل ها، اختطاف ها، هجوم به خانه های مردم و دستگیری های خودسرانه در شهرها با وجود فرمان عفو عمومی از سوی رهبری این گروه نشان می دهد که ساختار این گروه دچار پراگندگی است و دسته ها خوشه های عملیاتی مستقلانه وارد عمل می شوند. اغتشاش فاریاب، عدم تمکین سردسته های عملیاتی این گروه در ولایات شمال و شمال شرق افغانستان، اختلافات شدید میان جناهای وفادار به ملا برادر و شبکه حقانی از موارد عمده دیگر است که ساختار سازمانی طالبان را هم از منظر درون قومی و هم سازمانی متزلزل کرده است. گروه طالبان در دوره شورشگری به شوراهای چندگانه چون کویته، میرامشاه، پشاور و مشهد تقسیم شدند. البته قابل ذکر است که
کمیته های مخفی و پنهانی طالبان نیز در کنار این شوراها به طور موازی فعالیت می کرده و در حال حاضر فعال هستند. از این رو تفاوت نظر، اهداف، اصول و ارزش ها در فعالیت و رفتار شوراهای طالبان از گذشته مشهود بوده است و این تفاوت ها باعث شد که برخی از تحلیلگران و سیاستمداران طالبان را به طالبان خوب و بد تقسیم کنند. با توجه به وقایع پس از سقوط کابل، ساختار تشکیلاتی طالبان کاملا دگرگون شده است. این دگرگونی در سه مرحله نمود یافته: از بین رفتن شوراهای چهارگانه، بروز اختلافات میان شبکه حقانی و ملا برادر و خوشه‌ای شدن ساختار سازمانی طالبان، این خوشه های نامنظم عبارتند از دسته اول. رهبران پیشین شوراهای چهارگانه طالبان که اغلبا افراد بلند رتبه طالبان هستند، به شمول وزرا، معینهای وزارت ها، رؤسای ادارات. دسته دوم، مسئولین مذاکره کننده و اعضای دفتر سیاسی طالبان در کابل، به شمول سخنگویان این گروه. دسته سوم، شماری از زندانیان پرنفوذ که در جریان مذاکرات صلح با حکومت پیشین و همچنان بخشی از زندانیان که پس از تصرف کابل از زندانها آزاد شدند. این افراد آزاد شده در حال حاضر نیروی بروکراتیک رژیم فعلی را تشکیل می دهند و مناصب حکومتی در سطح میانی را اشغال کردند. دسته چهارم، فرماندهان گروه های شبه نظامی عملیاتی، 1 تا 15 نفری طالبانند که به طور مستقل و خودمختار عمل می کنند و اوامر و هدایات 3 دسته بالا را قابل اجرا نمی دانند. و دسته پنجم، جنگجویان دسته چهارم هستند که در گذشته ماشین جنگی طالبان بودند. این جنگجویان در برخی از موارد حتی از دستورات فرماندهان دسته چهارم تمرد کرده و خود را ملزم به پاسخگویی به سایر دسته ها نیز نمی دانند. این دسته های پنجگانه که اهداف، منافع و خواستهای متفاوت و در موارد متضاد با همدیگر دارند، در یک ظرف سازمانی به دلیل اختلافات قومی قبیلوی، سطح وابستگی به کشورهای منطقه و به خصوص سازمان استخبارات پاکستان یا ISI، رابطه نزدیک با سایر گروه های تروریستی به شمول تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوی، سپاه صحابه، لشکر طیبه، جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش ترکستان شرقی، تفاوت القاعده و دیدگاه در مسائل داخلی و قرائات مختلف در ایجاد، تطبیق و تنفیذ احکام شرعی با سایرین قابل جمع نیستند. در نتیجه به نظر می رسد که علاوه بر عنصر قومی، خودمختاری و استقلال عمل در فعالیت و ارتباط خوشه ها، دسته ها با سایر سازمان های تروریستی و استخباراتی منطقه موجب انفصال میان حلقه از رهبری و جنگجویان سطح پایین شده است. پیامد این وضعیت موجب ناتوانی طالبان در حل منازعات سیاسی و تشکیل یک حکومت فراگیر با سایر اقوام، تزلزل سازمانی، تداوم و افزایش چرخه‌ای خشونت ها، افزایش فساد مالی برای دسترسی به مزایای اقتصادی، ناکارآمدی نهادها و ساختارهای دولتی و رشد تروریسم بین‌المللی خواهد گردید. همچنان به دلیل شکلگیری متعدد دسته ها، از بین رفتن اشراف دسته اول طالبان به دسته های زیرین، چند لایه شدن ساختار، هر گونه فعالیت آنها غیر قابل پیشبینی می باشد و می تواند امنیت و ثبات منطقه و جهان را به مخاطره بیندازد. مشاور سابق ارتباطات سیاسی وزارت امور داخله و تحلیلگر امنیت منطقه افغانستان و پاکستان شخصی بود به نام بهار مهر. او کتابهایی را از انگلیسی به فارسی و دری ترجمه کرده است. ستون نویس در برخی از روزنامه‌های افغانستان هم کارهایی را انجام داده است.
و بالاخره کتاب تازه این پاکستانی قرار است به زودی منتشر شود که حاوی مطالب جالب در مورد اختلاف و شقاق در گروه طالبان است. در چند روز اخیر و پس از افزایش عکس‌العمل مردم به رقص و پایکوبی در آرامگاه احمد شاه مسعود، برخی چهره های رسانه‌ای طالبان تهدید کردند که اگر آنها بخواهند می توانند پیکر احمد شاه مسعود را از مزارش بیرون بکشند و برود آمو بیاندازند. آنان همچنان هشدار دادند که در آرامگاه برهان الدین ربانی، بنیانگذار حزب جمعیت اسلامی و رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز خواهند رقصید. طالبان در حال بر مزار مخالفانشان می رقصند که رهبر این گروه رقص و موسیقی را حرام می داند و ماموران وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر هر روز مردم را با اتهام شنیدن موسیقی شلاق می زنند. این روزها حتی شادی طالبان جنجال برانگیز می شود. شبه نظامیان در مرکز مقاومت پایکوبی می کنند. در مقبره، چهره ای که استادگی در برابر شوروی سابق و گروه طالبان و القاعده را در کارنامه دارد. طالبان از همان ابتدا با ورود به پنجشیر عکس های احمد شاه مسعود را پاره کردند. وارد مقبره او شدند و سنگ قبرش را شکستاندند. بسیاری رقص در مقبره را اهانت آمیز می دانند. برای چریکی که حامد کرزی به او لقب قهرمان ملی را داده بود. حتی افراد نزدیک به دیدگاه طالبان توجیه نیست که برای یک مزار چنین پایکوبی صورت بگیره. احمد شاه مسعود در تاریخ افغانستان شخص مؤثر و مفیدی بوده، بر علیه اشغال شوروی هم جنگیده. احمد شاه مسعود از آدرس قوم تاجیک و ازبک و ترکمن حرف نمیزد. احمد شاه مسعود از آدرس ملت مسلمان و مجاهد افغانستان بر علیه اتحاد جماهیر شوروی جنگید. اما تنها مسعود نیست که از هیاهوی طالبان در امان نمانده. این مقبره جنرال عبدالرازق است در قندهار، مرکز اقتدار طالبان که انفجار داده شد. در شمال کشور هم جنگجویان طالب یونیفرم مارشالی عبدالرشید دوستم را به نشانه تمسخر به تن کردند. و البته در بامیان هم تندیس عبدالعلی مزاری منفجر شد و عکسش از فرودگاه بامیان پایین. تخریب و از بین بردن نمادها به جدال قومی دامن زده است. طالبان بیشتر متعلق به یک قبیله و بیشتر به یک قوم هستند و متاسفانه که با نمادهای فرهنگی دیگر اقوام افغانستان اینا مشکل دارند. به اون لحاظ اینا متاسفانه دست به اقدام نمادهای شخصیت‌های فرهنگی دیگه اقوام در افغانستان دست دادن. این نوع رفتار طالبان به یک فرد و یا قوم محدود نمانده. آنها پیشتر به محوطه تلویزیون ملی افغانستان رفتند و بر روی عکس امان الله خان و همسرش رنگ پاشیدند. پادشاهی که استقلال افغانستان را در کارنامه دارد. این رفتارهای طالبان بیش از همه به تنش‌های قومی در افغانستان دامن زده است. کشتار اعضای قبیله اچکزی، شکستن مجسمه عبدالعلی مزاری، شکستن سنگ مزار احمد شاه مسعود و رقص در آرامگاه این افراد که روز از دشمنان سرسخت طالبان بودند، نگرانی ها را از ادامه انتقام جویی قومی افزایش داده است. این رفتارهای طالبان باعث خشم و اعتراض گسترده در تمام نقاط افغانستان، حتی مناطق پشتون نشین شده است. در این حال ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، بر روز پنجشنبه در توییت خود نوشت برگزاری رقص و پایکوبی بر آرامگاه مسعود برخلاف مرام و دستورهای این گروه است و رهبری طالبان با چنین اقدام موافق نیست. آقای مجاهد کاملا دروغ می گوید، در حالی که آقای مجاهد صلاحیت این را ندارد که در این موارد ابراز نظر کنند، زیرا طور که قبلا من خدمت شما اعلان کردم طالبان به دو دسته تقسیم شدند. شماری از هواداران احمد شاه مسعود این اقدام طالبان را برخواسته از تعصب قومی آنان دانستند، زیرا یک عضو طالبان که جریان رقص و پایکوبی را
بسکلوت زنده در فیسبوک پخش میکرد. در توضیحان با اشاره به نوی رقص محلی افغانستان به نام اتن نوشته بود. اتن ملی مجاهدین قندهاری در پنجشیر در 9 ماه گذشته همواره با نیروهای جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، در پنجشیر و اندراب در جنگ بوده است. در حالی که او دروغ میگوید، او نمیتواند ملامتی را فقط به دوش یک گروه از طالبان بیاندازند، زیرا این دستور دستور شبکه حقانی بود. رهبری طالبان از ترس گسترش جنگ صدها نیروی انتحاری و تیرانداز را در پنجشیر مستقر کرده است. اما نیروهای جبهه مقاومت ملی با تمام فشارها همچنان به حملاتشان به این گروه مزدور ادامه می دهند. با این حال عکس‌العمل های مردم افغانستان به اقدام های توهین آمیز طالبان در آرامگاه احمد شاه مسعود به افزایش این اقدام ها منجر شد. یکی از ساکنان ناحیه زراعت در شهر مزار شریف صبح روز شنبه 17 ماه ثور به اندپندنت گفت شماری از اعضای طالبان در آرامگاه عبدالعلی مزاری، بنیانگذار حزب وحدت و رهبر سیاسی پیشین ازاره ها، نیز رقص و پایکوبی کردند. این شخص با اشتراک گذاری یک ویدیو ادعا می کند که افراد طالبان حدود 2 ساعت در این آرامگاه سرگرم رقص و پایکوبی و آوازخوانی بودند و به ساکنان محل اجازه نزدیک شدن به آرامگاه را ندادند. طالبان در ماه اکتبر سال گذشته مجسمه عبدالعلی مزاری در مرکز شهر بامیان را بمبگذاری و تخریب کردند و نام او را از میدان مرکزی این شهر برداشتند. آنها در سال 1998 نیز آرامگاه عبدالعلی مزاری را در مزار شریف بمبگذاری و تخریب کرده بودند. این آرامگاه در سال 2002 و پس از فروپاشی رژیم طالبان دوباره بازسازی شد. مزاری در سال 1995 و در جریان جنگ با طالبان اسیر شد و پس از شکنجه فراوان به قتل رسید. دادی تبا و برباد که کلمیم پرلی کلید آرامگاه جنرال عبدالرازق اچکزی فرمانده پیشین قندهار و از قدرتمندترین چهره های ضد طالبان در میان پشتون ها، مخصوصا در میان درانی ها، به توقفگاه 24 ساعته وسایل نقلیه تبدیل شده است. جنرال رازق متعلق به خانواده صاحب نفوذ و پرقدرت در افغانستان است و با وجودی که خودش کشته و خانواده و شبکه قدرتش در جنوب افغانستان متلاشی شده، اما هنوز در جامعه افغانستان و به ویژه در میان پشتونها محبوب است. او با برخورد سخت و قاطعانه با طالبان شهرت داشت و از بیش از 10 حمله بمبگذاری، انتحاری و تهاجمی طالبان جان سالم به در برده بود. جنرال رازق در اواخر ماه میزان 1397 در یک حمله غیرمنتظره به دست یک از محافظین والی قندهار که عضو نفوذی طالبان بود به شهادت رسید. عبدالخالق اچکزی برادر جنرال رازق به روز شنبه 17 ماه ثور با انتشار عکس‌های از آرامگاه برادرش در فیسبوک نوشت که طالبان با بی‌حرمتی آرامگاه او را تبدیل به توقفگاه وسایل نقلیه کردند. طالبان قبل از این و در ماه اکتبر سال گذشته نیز نام و عکس‌های جنرال عبدالرازق را از سرک‌ها و جاده‌ها و اماکن حذف کردند و جمله نام مرکز آموزش های جنرال عبدالرازق را به نام مرکز آموزش های نظامی تغییر دادند و نام آن را گذاشتن عبود جانه. عبود جانه نام کسی است که در سال 2017 جنرال عبدالرازق را در قندهار ترور کرد. او در سمت محافظ والی قندهار کار میکرد
و در جریان یک جلسه که در آن فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان، والی قندهار و بسیاری از مقامات محلی حضور داشتند، جنرال رازق را هدف تیراندازی قرار داد و به صورت مرموز او را به شهادت رساندند. بی‌حرمتی طالبان به جنرال رازق تنها به تبدیل کردن آرامگاه و توقفگاه وسایل نقلیه خلاصه نمی شود، بلکه قبل از این نیز تمام املاک او غصب و نزدیکانش به صورت هدفمند تیرباران شدند. اوایل ماه اسد سال گذشته و چند روز پس از تسلط طالبان بر بخشهایی از قندهار، دیدبان حقوق بشر در گزارش نوشت که طالبان به تصویه حساب قومی دست داده و شماری از اعضای قبیله اچکزایی را تیرباران کردند. فرماندهان طالبان در قندهار متعلق به قبیله نورزی هستند و باسران قبیله اچکزایی که جنرال رازق یکی از آنان است از سالها پیش جنگ داشتند. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم در انتخابات دفار از واکن دوی همیشه وی سیزه در افغانستان. دوستان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، حالا میپردازیم به تبصره از روزنامه پرتیراژ گاردین چاپ لندن. موضع‌گیری دیرهنگام امریکا در قبال کشتارهای سیستماتیک و سازمان یافته. هزارها که مصداق بارز ژنوساید محسوب می شوند و از مدت به این طرف آماج گلوله ها و حملات انتحاری گروه های وابسته به طالبان و داعش قرار می گیرند، نشان دهنده این وضعیت است که این طیف قومی و مذهبی هرگز برای واشنگتن اهمیت و اولویت ندارد، زیرا این معضله نه تنها با وجود آمده و نه تا کنون با ابراز نگرانی ساده یا گفتگوهای تشریفاتی با مهره های سوخته حل شده است. هزاره ها در افغانستان مانند سایر افغان هایی که تحت حکومت طالبان زندگی می کنند، آینده تیره پیش رو دارند. فشارهای مداوم بین المللی شاید بتواند طالبان را با حداقل استانداردهای حقوق بشری مطابقت دهد که سرآغاز آن اجازه ورود زنان و دختران به مکتب است. به همین ترتیب ما باید نیازهای منحصر به فرد جامعه هزاره را که مدتها در معرض تهاجم بودند به خاطر داشته باشیم و به ویژه از آن رو که آنها به صورت مداوم هدف حملات تروریستی قرار می گیرند. تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، از گفتگو با شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون منحل شده حقوق بشر خبر داد و گفته است که در هفته های اخیر با شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در مورد هدف قرار دادن هزاره ها صحبت کرده است. وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، بروز پنجشنبه با نشر توییت گفته است که در مورد هدف قرار دادن فجی و سازمان یافته جامعه هزاره افغانستان توسط تروریست ها در هفته های اخیر با شهرزاد اکبر صحبت کرده است. و گفته است که در این گفتگو در مورد اقدامات برای توانمندسازی جامعه هزاره بحث شده است. این در حالی است که حمله های اخیر بر مراکز آموزشی در غرب کابل و نمازگزاران و مسافران شیعه در مزار شریف جان ده‌ها تن را گرفته و صدها تن دیگر را زخمی ساخته است. هزاره ها و شیعیان حتی در زمان اشغال افغانستان توسط نیروهای آمریکایی و ناتو هم به طور فجی هدف حملات خونبار تروریستی و
عملیات استخباراتی قرار می گرفتن و گروه گروه کشته می شدن. اما موضع امریکا و کمیسیون حقوق بشر مورد حمایت آن از آن زمان تا حال صرفا ابراز نگرانی یا در نهایت محکومیت کاغذی بوده است. این در حال است که در زمان اشغال افغانستان توسط امریکا نیروهای اشغالگر از قدرت کافی برای مهار این کشتارها برخوردار بودند. عوامل اصلی آن را می شناختند و از اهداف واقعی این کشتارها به خوبی و به طور مستقیم و بیواسطه آگاه بودند. افزون بر این آنها می توانستند دستگاه های امنیتی و استخباراتی دولت دست نشانده را وادار به مهار این کشتارها کنند و دست های پنهان و پنهان دخیل در این جنایت ها را شناسایی و قطع نمایند. اما هرگز این توانمندی هایشان استفاده نشد و چه بسا در پشت پرده با حمایت از این خونریزی های جنایتکارانه به دلیل منافع قومی، حزبی و شخصیشان در همکاری با فاشیست ها و تروریست ها در این جنایات ضد انسانی شریک و سهیم بودند. بنابراین وقتی هزارها هنوز هم به طور مستقیم آماج کشتارهای سیستماتیک قرار می گیرند و صرفا به دلیل تعلق قومی یا باورهای مذهبیشان هدف قرار می گیرند و امریکا همچنان ابراز نگرانی می کند، این یعنی چیزی تغییر نکرده و نقش امریکا هم در این جنایات مانند گذشته ثابت باقی مانده است. با این وجود یک نکته بظاهر متفاوت نیست در این گفتگوی اخیر توماس وست با شهرزاد اکبر به چشم می خورد که می تواند جلب توجه کند و آن تأکید بر انجام اقدامات به منظور توانمندسازی هزارها در مقابله با این حملات و کشتارهاست. نکته است کاملا مبهم، بحث برانگیز و عمیقا تفسیر پذیر. آیا هدف امریکا این است که هزارها را برای مقابله با تروریستا و مقاومت در برابر نسل‌کشی هدفمند گروه های تروریستی مسلح بسازد؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا این اقدام در زمان حضور نیروهای اشغالگر صورت نگرفت؟ چرا طرح امنیتی غرب کابل روی میز رئیس جمهور دست نشانده اشرف فراری قرار داشت و اصلا روی میز آقای غنی این پروژه خاک خورد و هرگز عملیاتی نشد؟ چرا هزاران تروریست زندانی در زندانهای دولتی هیچگاه محاکمه و مجازات نشدند؟ چرا بالونهای امنیتی، سازمانهای جاسوسی و نیروهای نظارتی و استخباراتی امریکا و ناتو هیچ اقدامی در جهت شناسایی عوامل اصلی این کشتارها انجام ندادند؟ بر این اساس آیا نباید نتیجه گرفت که امریکا به بهانه لزوم اقدام برای توانمندسازی هزارها در برابر این حملات و کشتارها سعی در تشدید تنش‌های قومی و دامن زدن به یک جنگ خونین مذهبی در جامعه به شدت موزاییکی و چند قطبی افغانستان دارد و به این بهانه در صدد تقابل دولت طالبان با جامعه شیعه و هزاره و نیز تحریک گروه تروریستی برای انجام حملات و کشتارهای بیشتر به بهانه حمایت امریکا از هزارها و شیعیان است؟ بر بنیاد این ارزیابی ها امریکا اگر براستی نگران وضعیت امنیتی هزارها و شیعیان افغانستان است، در برابر موج حملات تروریستی است بهتر است به جای ابراز نگرانی گفتگوهای بی‌ثمر با مورهای سوخته و استفاده شده از تعابیر مبهم دو پهلو و فاقد تضمین اجرایی و عملیاتی مانند توانمندسازی هزارها به حمایت های پیدا و پنهان خود از تروریسم تکفیری پایان دهد، به شعله‌ور شدن آتش جنگ مذهبی در افغانستان کمک نکند، خالتهای ویرانگر و خصمانش در امور داخلی افغانستان و سایر کشورهای جهان دست بردارد. دوستان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، در آخرین بخش نگاه امشب مطلبی را در مورد روابط طالبان و ازبکستان برای شما تهیه کرده ایم. با هم می رویم و این تبصره جالب را یک جا می شنویم و بعدا قضاوت می کنیم یا می بینیم.
عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان در گفتگو با یک رسانه آمریکایی گفته است طالبان را به عنوان سازمان تروریستی نمی‌شناسیم. کاملوف یادآوری کرد که ازبکستان اولین کشوری بود که با رهبران طالبان روابط مستقیم برقرار کرد و به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفت. آن زمان از ما انتقاد کردند که این عمل رسمیت بخشیدن به طالبان است. وی ادامه داد سؤال اینجاست که نظم سیاسی در افغانستان چطور خواهد بود؟ البته ما نمی توانیم قبول کنیم که در افغانستان در سالهای 1990 میلادی امارت اسلامی افغانستان بود. اما همزمان معتقدیم که این مسئله باید بر اساس مصالحه مشترک بین دولت فعلی و مخالفت نظامی طالبان و دیگران حل و فصل شود. وزیر امور خارجه ازبکستان در مورد تروریستی نبودن گروه طالبان گفت ممکن است آنها در داخل افغانستان با سازمانهای مختلف افراطی روابطی داشتند. اما در این میان شما نمی توانید حتی یک نمونه ارائه کنید که طالبان طی 40 سال گذشته در خارج از مرزهای ملی افغانستان در آسیای مرکزی اروپا یا جای دیگر اقدامات تروریستی انجام داده است. با وجود این او تاکید کرد که از بروز تهدیدات و خطر از طرف افغانستان به ازبکستان جلوگیری خواهد کرد. کاملوف تاکید کرد که شخصا طالبان را به عنوان سازمان تروریستی نمی شناسد. اگر چنین بود آمریکا با طالبان پشت میز مذاکره نمی نشست و مستقیما با آنان گفتگو نمی کرد. این در حالی است که همزمان با افزایش خشونت ها در افغانستان نیروهای مسلح ازبکستان در مناطق مرزی این کشور با افغانستان رزمایش نظامی برگزار کردند. وزارت امور خارجه ازبکستان طی بیانیه‌ای با اشاره به پیگیری وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان و ویژه در شمال در باره تشدید خشونت‌ها در این کشور همسایه عمیقاً ابراز نگرانی کرد. ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاعی دومای روسیه پیش از آغاز نشست شورای پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفته بود در صورتی که تاجیکستان از افغانستان مورد تهدید هراس افغانی قرار گیرد روسیه در چارچوب تعهدات خود در سازمان امنیت جمعی کمک‌های لازم را در اختیار این کشور قرار خواهد داد. کارشناسان نیز به این باورند که پس از خروج آمریکا از افغانستان برای 3 تا 5 سال آینده برای آینده افغانستان دست کم 4 سناریو قابل طرح است که عبارتند از حفظ نظام سیاسی فعلی، توافق بر تقسیم قدرت بین طالبان و قدرتمندان کلیدی افغانستان، دستاوردهای سری طالبان در میدان نبرد و معامله سیاسی و وقوع یک جنگ داخلی طولانی و تجزیه افغانستان. از نظر آنان احتمال وقوع سناریوی آخر بیشتر از سناریوی اول است. در هر صورت هر اتفاقی که در افغانستان بیفتد کشورهای همسایه را متاثر خواهد کرد و هر کدام از آنان متناسب با منافع و امنیت ملی خود نسبت به وضعیت پیش آمده در افغانستان واکنش نشان خواهد داد. ضمن این که نباید از یاد ببریم که با توجه به قرار گرفتن افغانستان در معرض ناامنی و بی‌ثباتی گسترده واکنش ها نسبت به شرایط سیاسی و امنیتی کشور از سوی همسایگان دور و نزدیک نیز ممکن است با مداخله مستقیم یا گسیل نیروهای نیابتی انجام شود. ازبکستان مدعی شده که طالبان یک واقعیتند و باید پذیرفته شوند. ازبکستان با طالبان در زمینه‌های مختلف همکاری می‌کنند، اما برای به رسمیت شناختن آنها قدم پیش نخواهند کرد. عصمت الله ارگاشف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان گفته است ما طالبان را به تنهایی به رسمیت نخواهیم شناخت و اگر قرار است این اتفاق بیفتد باید یک مشارکت و حمایت جمعی و منطقوی وجود داشته باشد. ارگاشف می افزاید که طالبان قادر نیستند شرطها و خواستهای جامعه جهانی را بپذیرند، زیرا 20 سال با غرب و ماموریت‌های آن جنگیدند. آنها در این 20 سال وعده حکومت طالبانی را دادند، چطور می توان انتظار داشت که حالا پس از 20 سال تغییر رویه دهند؟ و همچنان افزوده که طالبان تجربه بسیار اندک در زمینه حکومت داری دارند و برای حل اختلافات و سازماندهی دوباره به زمان نیاز دارند. او اعلام میکند که ازبکستان بدون اینکه کشورهای منطقه را ناخشنود کند همکار نزدیک با طالبان خواهد بود و افزود ما هیچ گزینه‌ای جز کنار آمدن با طالبان نداریم، زیرا ما سرحد مشترک، تاریخ عمیق و فرهنگ مشترک داریم. این تنها ازبکستان نیست که در رابطه با طالبان دچار نوع رفتار دوگانه غیر معمول می شود. تا حال
کمتر دولتی در جهان وجود داشته که از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده باشد. اما در این حال اغلب کشورها با آن روابط دیپلماتیک، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی برقرار کردند. با این حال وضعیت کنونی طالبان و کشورهای همسایه، منطقه و جهان نیازمند بازتعریف الگوهای روابط بین الدول است. روابطی که طبق معمول اساس آن را منافع دو جانبه، نیازهای متقابل یا تهدیدهای مشترک تشکیل می‌دهد. اما آنچه در زمینه رابطه کشورها با دولت طالبان تازگی دارد و جلب توجه می‌کند، افزون بر موارد پیش گفته دو مسئله دیگر هم است. یکی ترس و دیگری تسلیم در واقعیت و پذیرش ناگزیر آن. واقعیت این است که اغلب کشورهای همسایه و منطقه از طالبان میترسند. این ترس ناشی از ایدئولوژی سیاسی، عقیدتی و پیوندهای درون سازمانی شبکه‌ای، از جریان‌های جهادی و آثار مهم آن بر امنیت ملی و ثبات سیاسی کشورهای دیگر می باشد. اگرچه طالبان از آغاز به قدرت رسیدن در دوره دوم تا کنون همواره اطمینان دادند که هیچ کشوری از خاک افغانستان هدف حمله قرار نخواهد گرفت، اما ظاهرا این موضع‌گیری برای بسیار از کشورها کافی نبوده و چیزی از حجم نگرانی‌های پنهان و آشکار آنها در قبال تحولات تازه سیاسی و امنیتی در کشور ما نکاسته است. و به خصوص در شرایطی که حتی کشورهای مانند پاکستان، ایران، قزاقستان و ازبکستان که نزدیکترین روابط را با طالبان برقرار کردهاند هم بارها مدعی حمله عوامل تروریستی افغان تبار و یا از خاک افغانستان علیه نیروها و مردم خود شدند. کار به صحت و سقم این ادعاها نداریم. چیزی که اهمیت دارد این است که این ادعاها به ترس از طالبان و یا ترس از پیامدهای حاکمیت دوباره آنها بر کشور در سطح منطقه دامن میزند و این ترس البته برخلاف دوره اول رژیم طالبان به جای آن که به اقدامات مداخله جویانه این کشورها با حمایت از جریانهای ضد طالبان منجر شود، به شکل گیری یک سیاست تازه انجامیده و آن برقراری ارتباط و تعامل با طالبان به منظور اثرگذاری بر آنها و کنترلشان است. البته واضح است که در این میان شماری از کشورها مانند پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان منافع بزرگ نیز در تعامل با طالبان دارند که شاید تنها در شعای رابطه با این دولت با آنها دست یازند. عامل دیگر رابطه کشورها با دولت درویه طالبان در کابل، یعنی پذیرش واقعیت و تسلیم در برابر آن است. آنها پس از نزدیک به 3 دهه مبارزه طالبان ظاهرا مجاب شدند که چاره جز پذیرش این واقعیت وجود ندارد و حمایت بخشی از جامعه افغانستان از طالبان انکار ناپذیری این واقعیت را تقویت می بخشد. به این ترتیب اگرچه کشورهایی که همکنون با طالبان روابط همه جانبه سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی برقرار کردند، همچنان از شناسایی رسمی رژیم کابل پرهیز میکنند و نمیخواهند به طور یک جانبه و بدون اقدامات قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های بین‌المللی رژیم طالبان را به رسمیت بشناسند. اما ترس از تهدیدهایی که وجود دارد، تلاش برای کنترل رژیم طالبان و اعمال نفوذ بر آنها برای غلبه بر این ترس و تهدید و نیز ناگزیری و تسلیم در برابر واقعیت غیر قابل انکاری که وجود دارد و در طول نزدیک به 20 سال گذشته پیوسته قدرتمند شده، در کنار منافع و زدبندهای سیاسی یا تکتیکی آنها را مجبور به برقراری ارتباط با طالبان و توسعه روزافزون آن کرده است. دوستان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، و در اینجا میرسیم به پایان برنامه نگاه امروز. از حوصله مندیتان جهان سپاس و امتنان میکنم. تا دیدار دیگر در یک روز دیگر و یک برنامه دیگر، خداوند یار و یاور همه ایتان.